پزشکیان از روزی که سر کار آمده تلاش کرده در زمینه اقتصادی هیچ وعده ای ندهد تا پاسخگوی چیزی نباشد. با یک حرف محمل به اسم وفاق میخواهد سراتع همه چیز را هم بیاورد و سر مردم را شیره بمالد. خودش گفت من هیچ وعده ای آماری نمیدهم. اما راهکارهایش برای رژیم در زمینه اقتصاد چشم دوختن به سفره و جیب مردم برای قارت هرچه بیشتر است. به عنوان نمونه قصد دارد که بنزین را گران کند اما هنوز این پا و آن پا می کند. کی گفته ما بیایم 3 میلیارد دلار 4 میلیارد 5 میلیارد دلار بدیم بنزین بخریم بعد بیایم به قیمت 100 تومن بخریم یه تومن بفروشیم آقا کدوم منطقی این اجازه رو میده ما این کارو بکنیم حداقل اگه قرار بخریم به قیمت تمام شد حالا اینا رو که داریم هدر میدیم بمانند خب اینه که داریم پول میدیم چرا مفت بفروشیم خب برایش راه حل بدید با مردم میریم صحبت میگم من به قیمت فلان پول دارم بنزین میخرم چرا باید مفت بدم این بسوزونه در این زمینه عارف معاون پزشکیان هم گفت تولید روزانه بنزین ما 110 میلیون لیتر و مصرف تا 140 میلیون لیتر است کدام عقل سلیم میتواند بپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و با قیمت 1500 تومان بفروشیم البته فعلا کاری نمیخواهیم بکنیم گرانی بعدی که پزشکیان به مردم ایران تحمیل کرد گرانی نان است که قوت غالب مردم ایران است روز دوشنبه 19 شهریور 1403 رسانه های حکومتی از جمله تلگرام چند رژیم خبر از گران شدن نان در تهران را داد و نوشت قیمت جدید نان در تهران اعلام شد. نان سنگک ساده از 3 به 5 هزار تومان. نان بربری ساده با آرد نوع یک از 1800 تومان به 2500 تومان. بربری ساده با آرد نوع دو از 2500 تومان به 3500 تومان رسید. نان لباش با آرد نوع یک از 500 تومان به 700 تومان تغییر قیمت یافت. لباش با آرد نوع دو نیست از 650 تومان به 900 تومان رسید. تافتون سنتی با آرد نوع یک از 900 تومان به 1260 تومان. تافتون سنتی با آرد نوع 2 از 1200 به 1500 تومان رسید. نان ماشینی تافتون با آرد نوع 1 از 700 به 850 تومان. تافتون با آرد نوع 2 از 1000 به 1200 تومان تغییر یافت. همونطور که دیده می شود قیمت نان تا نزدیک به 75 درصد گران شده است. سخنگوی سازمان مجاهدین در واکنش به گران کردن نان قوت لایموت مردم ایران به اعتراض در هر مکان و هر زمان فراخوان داد